نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما خوبان بیننده های نهایت گرامی برنامه چهار بازار تلویزیون اصلاح. سپاس از شما خوبان که برنامه خود برای دیدن انتخاب نمودید. هستیم با شما خوبان در یک دیگر از سلسله برنامه های چهار بازار. آمدیم در یک مارکت یا پاساجی که در اینجا بیشتر دکان ها مصروفیت به گلدوزی دارند و می خواهیم راجع به شغل گلدوزی صحبت بکنیم، وضعیت و کارهایی که در گلدوزی صورت میگیره و کار انجام میشه. چه خوب است که شما عزیزان هم ما را تنها نگذارید، دو تا آخرین دقایق این برنامه با ما باشید و ببینیم که در این قسمت چه کارها و چه طرح و دیزاین های صورت میگیره. خوش آمدید به ادامه برنامه. هستیم با شما خوبان و مهربانان. طوری که در ابتدا هم گفتم، آمدین در یک دوکانی که یا در یک کارگاهی که مصروفیتشان گلدوزی هست و گلدوزی هم از دیر زمان جزی از کارهایی که در افغانستان صورت می گرفته، حالا در گذشته ها توسط دست و بانوان در این قسمت فعالیت داشتند، همچنین آقایان هم که طی سالهای متمادی مصروفیت های در این قسمت داشتند. ببینیم که کارها چگونه انجام میشه، فعلا در گذشته چگونه بوده. در کنار به دوست عزیزی هستند که در این دوکان مصروفیت دارند و مدیریت همین دوکان در دست ایشان هست، صحبت میکنیم. یک سلام علیکی داشته باشیم دوست عزیز. عرض سلام و ادب دارم، وقت شما بخیر، خود معرفی هم داشته باشید. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، خیر، خوش آمدیم. سلامت باشید. از این برنامه شما ما خیلی خرسندیم. خلیل احمد احمدی هستم. آقای احمدی خسته نباشید، خدا قوت باشیم، سلامت باشیم، زنده باشیم. آقای احمدی چند سال هست که به شغل گلدوزی مصروفیت دارید؟ ما تقریبا از سال 73 من به گلدوزی شروع کردم. البته وقت شاگردی ما بود که به پیش استاد من برادر بزرگم بودن که حالا به ایران تشریف دارن. دیگه تا 75 به مدت دو سال من گلدوزی رو یاد گرفتم، البته گلدوزی که من بتونم کار بکنم. از سال 75 تا 78 من انگار پیش اینا شاگردی کار کردم پیش برادر خود. از 78 دیگه به دکانداری شروع کردم. بسیار عالی. از دوران شاگردی گفتین، از زمانی که شروع کردین، روزهای اولی که آمدین در اینجا چقدر فکر میکردین که روزی بشه و شما هم مدیریت این کار گلدوزی رو داشته باشین و آیا به این آرزویی که داشتین میرسیدین یا خیر؟ طبعا دیگه این چیزی بوده که از اون بچگیم گلدوزی خیلی دوست داشتم، علاقه داشتم و هر کم به هر شغلی که علاقه داشته باشه انشالله موفق میشه. دیگه همین بود که من آمدم پیش برادر خو، بالاخره گلدوزی یاد گرفتم و به این آرزو هم بودم که یک روز استاد شم و دکان داشته باشم مثل از اینا و شاگرد داشته باشم، که الحمدلله به آرزو خود رسیدم. تا این حال هم دکان داریم و بالاخره شاگرد داریم و مصروفیم الحمدلله. بسیار عالی، انشاءالله که همیشه موفق باشین آقای احمدی. اما از دوران شاگردی باز هم سوال بکنم که آیا کتک هم بخورده؟ میگن که تا کتک نخوری چیزی رو یاد نمیگیری از کتک استاد و به اصطلاح میگن خب دردی هم نداره که حالا خواسته باشین که از استاد کسی کتک بخوره به خاطر آموزش کاره. دوران شاگردی طبعا هر شغلی که باشه شاگرد بالاخره هرچی نکنیم گتک هم میخوره. خب بازو برادر می بود، مشکلی نداشت که اگه گتک زد یا نزد. من یک به حساب خاطر تلخی از دوران شاگردی دارم. البته کوی میشه این کار به همه شاگردا پیش میه. من یک روز کار میکردم و بالاخره همین سوزن شکست به پنجمه. این شکست که یک سر بیرون شده بود یک سر دیگه به داخل گیر کرده بود. از بس که ما ترس داشتیم از استاد در وجود که برادر من بود، من همینجوری دست خور گرفته بودم و صدا خورم در نمی آوردم. خیر برادر ما گفت که چه کار شده، گفتم چی، باز گفت چه کار شده، خیر بلند شد بیام و دید سوزن بشکسته تا دستم، او رو به هم برده از پیرو کرد. این چیز تلخ دارم، البته میشه این کار حتمی پیش می آید. هست بله، خاطره تلخی هست، اما چه خوب است کسایی که سر و کار با سوزن دارن احتیاط بکنن که کار میتونه خطرناک هم باشه در بعضی مواقع که اگر بی احتیاطی بشه، همونطور که آقای احمدی هم گفتن شاید به نوعی بی احتیاطی بوده صورت گرفته و خاطره تلخ هم میتونه باشه. انشالله که تلاش بکنیم که حواس جمع باشه، کار کردن با چرخ و با سوزن و با این موارد احتیاط بیشتری مهم.
اما از شاگردی گفتین و کار کردن و همچنین همون ترسی که شما از استاد خود داشتین، چقدر ما باید کسی که به ما چیزی رو میآموزه و ما یاد میده، ما باید احترام او رو به جا بکنین، همونطوری که خب مولای متقیان حضرت علی کرم الله وجهه هم یار چهارم پیامبر علیه الصلاه و السلام هم میفرمایند که هر کس مرا چیزی یادم دهد مولای من است. شما چقدر به کسی که به شما چیزی آموخته و استاد بوده برای شما به ما ارزش میدین؟ دیگه دوست عزیز، استاد به منزلت پدره، استاد خیلی ارزش داره، به این حساب ارزش داره که سعی کنیم من گلدوزی رستن بلد نبودم، همین شغل که دارم. خوب سر من خیلی برادر من زحمت کشید، یعنی استاد من خیلی به حساب رنجای او تحمل کرد، خیلی چیزای برای من بیاموخ که من بلد نبودم، تا او برای من میگفت من از کجا میتونستم بیاموزم. و واقعا استاد یک الگویه و یک خیلی چیز خوبیه، ما باید ارزش به هر شغل که هستیم ارزش استاد خود خیلی باید داشته باشیم. از خاطره تلخ گفتین، یک خاطره شیرین هم داریم یاد شما هست که او خاطره در شغل خیاطی برای شما خیلی خوشایند بوده باشه، حالا رضایت مشتری یا کارهای دیگری که؟ بله، خاطره خوش که ما الحمدلله از شغل خیلی داریم. من یک خاطره خوش ای دارم که یک مشتری آمد و گفت ما فردا مجلس داره، همه خانه رو باید تا فردا برای ما حتمی تمام کنه. ما برای ازی گفتم نمیشه که خان شما رو تمام کنه، گو باید هر تو میشه فردا مجلس داره می خان مر تمام کنه. گفتم خب، بعضی خان خیر گذاشت و بالاخره با مو قیمت کمو زمان برای گفته بودیم خان، از شروع کردم برق بره. واقعا اینجگا متاثر شدم، گفتم برق برفت و ما خان از چه کار کنم، جنراتور هم نداشتم. او وقتا دروازه قندار دکان داشت و یک دوستی آمد و برای ما گفت چریت خیلی آمد ناراحتی. گفتم علمیت مشکلیه این رفت، او وقتا جنراتور هم گران بود، فهمیدیم هر که نمیتونست بخره. این رفت و بالاخره یک جنراتوری از خانه خوب برای ما آورد و ارتیار کرد و پترول انداخت و این روشن کرد و بالاخره برق آماد و می خان از این تمام کردم و این آماد مشتریم خیلی خوشحالم بشد و خوده ایمم خیلی خوشحال شدم و این خان طویل دست دادم و رفت با کار خواست. دوستای عزیز، امی خاطره خوشی وقت پرسان کردیم رضایت مشتری رو گفتن و این میتونه که برای پشتیبانی برای کار کسی که کار میکنه باشه، که رضایت مشتری به اینا مهم بوده، که اون بهترین خاطره خوش میتونه باشه. آقای احمدی، از کاروبار گفتیم یخن بوده که برای شما آورده بودند، کارهایی که در گلدوزی شما انجام میشه چه کارهایی میشه؟ از یخن گرفته و کارهای دیگر که فکر کنم برای ستخانه و کارهای دیگر که انجام میشه. ما دوست عزیز، گلدوزی هر نوع گلدوزی که باشه ما انجام میدیم، از قبیل ست عروس، ست تفلانه، ست آشپزخانه، دیگه عرض کنم خدمت شما یخن مردانه، یخن زنانه، گلدوزی البته، فهمیدی؟ اینا رو همه گل الحمدلله ما کار کردیم و کاسبیم و همالکم انجام میدیم. از ست هایی که در خانه گفتین برای اطفال، برای عروس خانم ها که انجام میشه و این مربوط به محافل که میشه، انواع مختلف کار میکنین یا سفارشات هم اگر بیارن پذیرفته میشه؟ یا دیگه ما کدلاک به حساب بدکن خود داریم، همینا کدلاک همونه، فهمیدیم؟ برای ست عروس و ست تفلانه و ست آشپزخانه. بعض مشتری هم که اگر بیای سفارش بده یا از طریق گوشی برای ما مدل نشونده یا کدلاک بیاره نشونده، ما دقیقا همور برای او انجام میدیم. از نمونه ما کدلاک ما هم که او مثلا پسند کنه همور ما برای او انجام میدیم، برای ما الحمدلله مشکلی نیست. شما هم کار رو انجام میدیم، اگر در قسمت پارچه هم مشتری خودش پارچه بگیره یا پارچه نگیره، در این قسمت هم شما میتونید که سهولت ایجاد بکنیم، مثلا این پارچه رو ما برای شما آماده میکنیم شما اگر آماده نکردید؟ دقیقا، ما هر مشتری که میای اینجا مثلا سفارش ست عروس میده، ما بعد از برآورد میکنی چند تکه مایه، بعضی برای میگیم خواهر برادر بالاخره هم غزر تکه مایه، از دکان میگیری انمی جنس برو بگیر، اگه از ما میگیری 5 روپیه یا 10 روپیه تخفیف تو هسته، ما برای تو تکم جور میکنیم، تکم میدیم. گلدوزی هم کبی از او یک بحث جدایه، قیمت و حساب کتابیه. بیشتر مشتریان مو که هسته اینا میام اینجگاه سفارش خور فقط میدم و میرم، تکه و گلدوزی و خیاطی ساده دوزی و کردانه و اینا همه گی بوده خود مانه ما انجام میدیم، میام مکمل میبرم، راحت ترم. ما دوست داریم که مشتری ما راحت تر باشه. بعضی هم میتونم برم از بیرون از بززی ها تکه بگیرم و بعد از اون میارم. ما متراج اینا رو بر اینا میگیم که همین متراج من کار شما لازمه،
میارم و بعد از اون ما کارنا رو انجام میدم. بسیار عالی. اما از جنس اگر صحبت بکنیم که گفتین جنس هم ما هم میتونیم آماده بکنیم، خودش هم میتونه، اما چقدر باید هماهنگی باشه بین گلدوز و مشتری که جنس بگیره که باز برگشت نخوره؟ آیا مشکلاتی بعضی وقتا جنس ها برای گلدوزی، برای کیفیت گلدوزی که اصلا ایجاد میکنه مشکلات ریاخه؟ دیگه عرض کنم خدمت شما خیلی کم، خیلی کم. ما اگر بگم اصلا مشکل نمیخوریم، نه مشکل میخوریم، الحمدلله خیلی کم. یا بعضی وقتا از تکه، یا بعضی وقتا از مثلا دخت، یا بعضی وقتا از نخ. مثلا نخ ما کار میکنیم، نخ میریم از مغازه میگیریم، نخ اول میگیریم. خب او طبعا کار میکنیم، مثلا مشتری ما میبره میبینیم رنگ باز میده، رنگ خور خراب میکنه. بعضی موقع این مشکل ها میشه خیلی کم. اما خب به نظر شما بهتر خواهد بود که بیاین مشوره بکنن و بعد یا یک جنس رو به شما بدن، یا یک جنس رو اگر خودشان میگیرن با هماهنگی شما پرسان بشه بهتر خواهد بود؟ دقیقاً دقیقاً، اگه پرسان باشه، هماهنگی باشه، به مشکل گرفتار نمیشه. از دوران سالهای قبل که شروع کردین به این کسب و کار، بگین از طرح و دیزاین هایی که در روز زمان یا دستگاه هایی که در روز زمان انجام می شده، آیا کارهای نوآوری هایی در شغل شما وجود آمده یا خیر؟ ما زمانی که سال 80، از 78 که من شروع کردم به گلدوزی و دکانداری و بود اکودگه بود، او وقتا سه تا خانه، سه تا عروس و سه تا طفلانه و اینا کم بود، خیلی کم بود. بیشتر چیزی که وقتا بود سرپاچای سفید بود، اگه متوجه باشیم، خامک میکردم و یه خان بود و شال بود و روسری بود و از اینا بیشتر بود. خب طبعا دیگه اینا فرق کرده، روز به روز فرق کرده. حالا که با چیزی که بیشتره، ستای عروس و ستای تفلانه و ستای آشپزخانه، اینا بیشتر. چرا؟ یه خان خامک هم هست تالک، نمیگم که نیه، و سرپاچه هم هست، خیلی کم. دیگه عرض کنم خدمت شما طبعا دنیا فرق میکنه روز به روز. بله. طرح و دیزاین هم طبعا فرق کرده. دقیقا. ما او وقتا بود اگه خان یک مدل های دگی بود که ما میدوختیم، سرپاچا مدل های دگی بودیم که ما برای مشتری ارائه میکردیم. حالا که هست با طرح ها و دیزاین ها و ایت، خلاصه برای شما بگم کم مشکل تر شده. تر شده، بله. از انواع کار بگین، کار با دست هم او زمان چگونه بود و حال کار دست چگونه و همین گلدوزی توسط چند نوع هست، توسط چه دستگاه های صورت میگه؟ ما عرض کنم خدمت شما، از اون وقته که ما خور یاد میدم کار دست بود. بله. و میدونم که قبلانا هم بوده. کار دست یک چیزی هست که تاریخیه. کار دست بوده. همین اموال هم کار دست هسته و کار دست واقعا کار خوبی هم هسته. و همون موقع هم که ما دکان داشتیم و ما شاگرد بودم، کار دست روی دست بود و رو روال بودک، همال کم هسته. دیگه یک چیزی که فرق کرده، او وقتا که بود دست بود و ماشین بود. ماشین ما کار میکردیم، دستم مثلا خانم ما کار میکردم. دیگه تقریبا 10-12 سال، شاید 15 سال بشه که کار ما کمی خسته شده. دلیلی چی میتونه باشه؟ دلیلی به اینه که کار ما خسته شده که چرخهای کامپیوتری آماده. وقتی که ما کار میکردیم چرخهای کامپیوتری نبود، کار دست بود و کار ماشین بوده. کار ماشین ما میکردیم، کار دست هم که خانم ما میکردم. و کار ما خیلی واقعا رونق داشت و کارم زیاد بوده. ما حتی دروازه قندار دکان داشتم، به یک دکان ما باور کنیم که 12 پای چرخ، یعنی 12 نفر هر روز همزمان با ما، که من 13 اومی می شدم کار میکردم. حالا به هر دکانه که شما تشریف بریم، 2 پای یا 3 پای چرخ بیشتر نیه. چرا بیشتر نیه؟ کار ایجاد نمیکنه. بیشتر کارهاش حتی از صوت چرخهای کامپیوتری. بله، وقتی که کار نباشه 10 پای بغزاری فایده نداره. مجبور همون 2 پای یا 3 پای کمو ببخشه چیزی که لازمه همو انجام بدی. حالا چرخهای کامپیوتری شده، مثلا همین طرحهای دیزاین های گولر، مثلا همو سرپاچه، همو یخنا، بیشتر که یخن همین چرخهای کامپیوتری میزنه. چرخهای کامپیوتری ما 6 کله داریم، 9 کله داریم، 12 کله داریم، 18 کله داریم. کمی 18 کله چرخ، یعنی 18 تا همیت چرخ به یک نفر انجام میشه. یک نفر میتونه که امو 18 تا چرخ برابر ببره. یعنی نیروی کمتری به کار هست. بله. و این چرخ ها که هست پشت هر چرخ باید یک نفر باشه. اینا اگه 18 تا چرخ باشه 18 نفر لازمه. فکر کنیم 18 نفر لازمه، 18 نفر هم روزی میخوره، 18 نفر هم مصرفیت کار داره. او چرخ ها که هسته 18 تا چرخ یک نفر لازم داره.
اما یک موضوعی هست بیننده‌های عزیز، همونطوری که آقای احمدی هم گفتن، شاید مثلا کاربرد چرخ‌های کامپیوتری برای باشه که سهولت و تکنولوژی روز هست، اما در افغانستان و اشاره خوبی که آقای احمدی کردن، بحث کارآفرینی هست، مصروفیت برای کسایی که بیکار هستن، این هم میتونه که جلب توجه باشه در این موضوع کسه. اما خب به نظر شما از نظر کیفیت آیا کدام کار میتونه کیفیت بهتر داشته باشه؟ شما ببینیم کار دست تا کار چرخ خیلی فرق میکنه، درسته؟ کار دست بهتر از اگه چیز مسلمه، کار کامپیوتر تا چرخ گلدوزی همینه، همو غزر دست و ماشین که فرق میکنه، کامپیوتر تا چرخی که ما کار میکنیم کار فرقه، یعنی کار ازی بهتره. یعنی بهتری کار را اگر بخوایم توضیح داشته باشین که وقتی از کار کامپیوتر میگیم چه فرقایی میکنه؟ آیا بعدن که استفاده میشه مشخص میشه؟ حالا از نظر شکل ظاهری شاید کمی جلوه بهتری بده، اما کیفیتی که شما اشاره کردین بعدن که استفاده میکنن کجای کار میلنگه که اون کیفیت در پایین میاره؟ ببینیم کار کامپیوتر که هست نخ و فرق میکنه، بدله تکه و بدله، مثلا 3 شوش یا 4 شوش یا بیشتر بخوره او نخور وا میکنه، وا که کده خان خراب میشه یا همو گل خراب میشه یا سرپاچه. کار که ما میدوزیم هر چی که او شوش بخوره و هر چی که اتو بشه او کار براختر و زیباتر میشه. بسیار عالی. اما میشه که از نخ خوب استفاده بکنن در امو یا نه؟ اون نخی که داره و امو با همون نخ باید کار بشه. اگه اونو با نخ خوب مثل ما یا با تکه خوب یا کار خوب انجام بدن باز برای نان میصرفه. پس کیفیت کار مهمه که طبعا کار چرخ به مراتب بهتر است از کار چرخهای کامپیوتری که هسته. خب به نظر شما چه کار باید صورت بگیره تا رونق بیشتر کاربار داشته باشه؟ اگر این چرخهای کامپیوتری نمی آمد به نظر شما بهتر بود برای کارآفرینی، برای کسایی که در این قسمت مصروفیت دارن؟ خب من جلوتر خدمت شما عرض کردم که ما یک وقتی که دکان داشتیم در روزه قندار و کار میکردیم 12 پای چرخ به دکان خود ما کار میکرد. چرا؟ کار زیاد بود، چرخ کامپیوتری نبود. اویی که به دست میداد دست کار میکرد، اویی که به ماشین ما انجام میدادیم. خب از وقتی که چرخهای کامپیوتری آمده که طبعه که کار ما کمک کمیت بیرنگ بوی شده و بیرونق شده. خب الحمدلله بازم کار خورداریم و مصروفیت خورداریم. خب از زمانی که چرخهای کامپیوتری آمده خب معلوم دار کار ما کمی بیرونق شده، ضعیف‌تر شده. بله. اما در قسمت کتلاک هایی که شما گفتین آقای احمدی عزیز صحبت بکنین که کتلاک هایی که در اینجا هست چه مثلا در این قسمت اگر نگاه بکنیم همین کتلاک شما چقدر زمان میبره که آره یک ست آماده بشه و شما مشتری بدین؟ که بعضی وقتا شاید بیننده های ما بخواهن یک ست سفارش بدن، قیمتی رو بگین که چقدر قیمته و زمان چقدر زمان بر هست؟ ببینیم این برخورد نداره، ستایی هست که کمتر میتونیم ما مدت درست تمام کنیم، ستایی هست که زیاده سفارشنا زیاده، یک هفته کار میبره، 5 روز کار میبره. البته کار ما که هست واقعا کار پرزحمتیه، به این واسطه پرزحمتیه، مشتری از رو گوشی میاره یک گله بره ما مگه از این تر بره ما بدوز، ما او گله نداریم، او تر نداره، ما باید از رو از او تاپه تیار کنیم، خدکری کنیم، زحمت بکشیم، او تاپر جور کنیم، بعد از او همین کار اول باز به کمی بره ما مشکل تر هم هسته، متوجه هستیم؟ تا یک گله که ما 10 تا از این که ما دخته باشم تا دفعه اول بدوزم حتمی فرق میکنه. خب بعضا کارا هسته کمیم تا زحمت بیشتر داره. بالاخره پس طوری که اشاره کردین سفارش هم حالا هر سفارش گونه اگر خواسته باشن سفارش بدن یا کتلاکی رو از جای دیگه گرفته باشن پذیرفته میشه، اما کمی زمان شاید ببره. 100% الحمدلله پذیرفته میشه، ما تا لک به مشکل هم نخوردیم، هر مشتری ما که کار آورده ما کار انجام دادیم به درستی. خب باز او اگه وقت بیشتر میبره یا مشکل هست دیگه سر خود مونه. خب اما عزیز بگین که از قیمت ستای که مثلا یک ست خانه آماده میشه گلدوزی از این ترین قیمتی که حالا مشتری شاید کمی از نظر خود ضعیف‌تر باشه و قیمت بالایی که هست، بری انواع از مشتری ها شما طرح ها و دیزاین هایی دارین که قیمت متوسط باشه، پایین تر باشه و قیمت بالا باشه؟ دقیقاً سعی کنیم مشتری ما که میای بعد از اون میگه ما یک کار مثلا تمیزتر و پردوست‌تر، ما که لا
باغ داریم، گل داریم که کاری که واقعا زحمت بیشتره و مثلا مشکلتره و زمان بیشتر میبره، ما برای نشون میدیم و او میپسنده. باز بعضی از مشتری ها که میام اقتصاد که طبعا به همه ما ضعیفه، ضعیفتر اقتصاد اینا مثلا گل معمولی تر ما هم بله، باز ما مدل داریم که لاک داریم برای اینا ارزان تر تمام میشه، ما از او برای اینا جور میکنم. پایین ترین قیمتی که برای یک صد خانه برای شما سفارش داده بشه چقدر هست؟ بلندترین قیمتی که برای شما سفارش داده بشه تا چه قیمتی میشه؟ ما سه تا خانه تا از اون 1,500 تا 12,000 10,000 ما میتونیم سه خانه جور کنیم. اگر خود آقای احمدی بخوای برای سه خانه برای خود آماده بکنه، چه قیمت رو میخوای آماده بکنه؟ آیا همون قیمت بالا و گزافی که هست یا در حد متوسط یا پایین تر؟ دیگه عرض کنم خدمت شما، چون این زحمت دست خود منه و من رنج بردم و زحمت کشیدم و این تا یک کسب یاد گرفتم، اما بهترین رو به خود جور میکنم. بسیار عالی، انشالله که همیشه موفق باشین. اما در قسمت کسب و کار هم گفتین که اطلاعات هم در اینجا انجام میشه و همچنین بحث مشکلاتی هم که در قسمت هست، میخواییم در این بحث اخیر که با شما صحبت داریم بریم در چند سال پیش سفارشات مردم او زمان چگونه بود و امروز چگونه هست و آیا اکنون هم که با شما صحبت میکنیم رضایت بخش برای شما هست یا خیر؟ والا او زمان که بود اگه سفارش ها ای بود که او زمان هرچی بود مثلا خامک بود، گل خیلی کم بوده، مثلا خند بود، سرپاچه بود، روسری بود، سفارش مردم مشتری ها ما انمی سفارش بود. حالا که هست او سفارش ها کمتر شده، مثلا سفارش گل و دیگه سه تا خانه و سه تا عروس و سه تا نوزاد و اینا، سه تا آشپزخانه اینا بیشتر شده سفارش. بسیار عالی که طرح دیزاین ها شده بیشتر شده، نوآوری ها هم شده. اما آقای احمدی یک موضوعی که یادم آمد همین اکنون، بحث دوختی که انجام میشه در گلدوزی، مثلا در خانم ها بعضی وقتا ما مشاهده کردیم یا صحبت شده، میگن فلان بانو یا خانومی که هسته دوخت خوب و نرمتر داره. از نظر شما همین دوخت ها یا همین گلدوزی که انجام میشه بین خیاطا هم هست که میگن آقای احمدی یک دوخت بسیار ظریف و نرم شاید داشته باشه؟ بله 100%، طبعا سعی کنیم الحمدلله این یک تعریف خورما بکنیم. بالاخره همینجگا ما تقریبا 20 کن یا شاید 25 یا 30 کن گلدوزی باشه ممی مارکت ما، اینا هر کدوم یک دست دارم، یک سبک دارم و یک دست دارم. این که هنر دست، متوجه هستیم؟ بعض دستا واقعا خیلی دستای تمیزیه، دستای مرتبه، دختا منظمتر می آیه، مقبولتر و شفافتر و با جلاتر می آیه. بعضا دستایی که اتفاقا کاسب هم هستن، گلدوز هم هستن، دکان هم دارم، همیتا کم همیتا چیزتر می آیه، یه به دست کار دارم. بسیار عالی. آقای احمدی چقدر تلاش می کنیم که مدرنتر باشین و بهتر باشین و اون رقابت سالمی که هست کارهای بهتر نسبت به همکاران خود ارائه بکنین برای مشتریان؟ طبعا که یه چیزی هست که رقابت چیز خوبیه، رقابت خیلی چیز خوبیه. ما از زمان سال 75 که کردن خدمت شما که دکانداری اینو سال 78 که شروع کردم، ما او زمان تا حال اگه دکانداری خود نگاه میکنم خیلی تغییرات ها آماده، خیلی فرق ها آماده، خیلی مدل های چیزی آماده که اصلا خود من باور من نمیشد که یک موقعی بشه که یک تغییرات به گلدوزی بیایه. و بازم ما تلاش میکنیم و کوشش میکنیم انشالله که مشتری خود از خود راضی بسازیم و طرحهای دیزاین های مدل های جالب تر مدل روز مدل باشه که مثلا خیلی جدید باشه برای اینا ارائه کنیم انشاءالله. انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای احمدی عزیز که وقت خود در خدمت ما بیننده های عزیز گذاشتین، صحبت های بسیار خوبی داشتین. انشاءالله ما هم امید و آرزوی ما این هست که رونق بیشتری در کار شما و در کارهای دیگر گلدوزهای عزیزی که هست انشاءالله پیدا بشه. تشکر، ما خیلی خوشحال شدیم از دیدن شما، شما هم بر عرصه که هستیم تیار و خوشحال باشیم و موفق باشیم. شما تشکر میکنم. خب بیننده های عزیز صحبت هایی بود با دوست عزیزی که در قسمت های گلدوزی مصروفیت دارن، آقای احمدی، و همچنین صحبت های بسیار خوبی داشتن، راهنمود های بسیار خوبی داشتن در قسمت کیفیت کار و ای که کار چند نوع هست و ما باید دنبال کیفیت باشین. انشاءالله که کسب و کار همه خوب باشه، خصوصا کسایی که با دل پاک و با صداقت میخوان کاری بکنن، لقمه نانی رو به دست بیارن و کار رو تقدیم مشتریان بکنن.
این بود برنامه چهار بازار تلویزیون اصلاح که تقدیم نگاه‌های مهربانانه شما عزیزان شد تا برنامه دیگر که باز هم حضور به هم برسانیم و برسیم خدمت شما خوبان. همین شما رو با خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. حرف اخیر عزت از اوست، هر که را بخواهد عزیز میکند. عزت زیاد و خدا نگهدار.